خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در بیاوری. خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر توست، آنچی که در ذهن تو وجود دارد. حالت روحی است. خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون خودت است. اگر ذهن مثبت داری، پس خودت فرد مثبت هستی و مطمئناً اطرافت هم پر از دوست‌ها و اطرافیان مثبت است. به نام یاد خدا برگشتیم. ساعت 9 از برنامه امشب مهانی دانیال با اتفاق همکار عزیزم جناب استاد کاظمی و جمعی از همکارای باصفای ما در پشت صحنه با شما هستیم. داشته‌های امشب تقدیمتون می‌کنیم و خسته نباشین. روز دیگر هم سپری کردیم و فرصت است برای شکرگزاری. امین که تن ما سالم است، امین که شاد هستیم، امین که خانواده خوب داریم و امین که در حال حاضر نفس می‌کشیم جایی برای شکر داره. با شما هستیم در یک ساعت برنامه صحبت می‌کنیم امشب در مورد این که چطور میتونیم توجه داشته باشیم به نظافت یا بهداشت فردی. زیاد از دوستا خب فکر میکنن که بهداشت فردی یک مسئله ای است که پیش پا افتاده. واقعیت هم موضوعی است که زیاد از دوستا این بحث به سادگی گرفتن، اما در قسمت رعایت کردنش هر کدام ما مسئول هستیم. به عنوان اینکه مسلمان هستیم، نظافت جزء از ایمان است و هر کدام ما باید نظافت فردی ما را رعایت کنیم. خب دوستا، نکات بهداشتی فرد یکی از ابتدایی ترین اصول هستند که انسان ها باید از دوران کودکی آنها را یاد بگیره و دانه دانه رعایتش کنه. مثلا زمانی که میگیم آوان کودکی، برمیگرده به خانواده ما، خانواده ای که هر چیزی که ما در حال حاضر داریم خب برمیگرده به همون زمانه هایی که ما کودک بود. آهسته آهسته به ذهن سفید ما حک شده، نوشته شده تمام صحبت‌ها، تمام رفتارهایی که ما از خانواده ما گرفتیم. رعایت کردن بهداشت یا نظافت فردی برای هر کدام ما ضروری است و این نظافت فردی میتونه شامل پوست صورت باشه، شامل موهای ما باشه، شامل دهن و دندان ما باشه، یعنی تماما ظاهر خود ما را در بر میگیره. زیاد از دوستانی که خب میخواین برن جای مصاحبه کاری داشته باشن، زمانی که میرن شرایط استخدام میبینن یک مرور رو میداشته باشن، اولین و ابتدایی ترین موردش این است که شما باید ظاهر آراسته داشته باشین. پس اگر ما توجه به این مسئله داشته باشیم، پس برای ما روشن است که چقدر زمانی که ما ظاهر آراسته داشته باشیم برای هر کدام ما ضروری و مهم است. اما متاسفانه ما در جامعه دیدیم بعض از دوستان را که خدا رو شکر این مسائل هم میدادن، اما در قسمت رعایت کردنش هم توجهی چندان ندارن. پس ای بر میگرده برای شما خانواده های عزیزه که از آوان کودکی برای کودکانتان یاد بدین که چطور اهمیت قائل باشن برای اینکه توجه کنن به ظاهر فردیشان یا بهداشت فردیشان یا نظافت فردیشان. حتی خانواده هایی را داریم که برای کودکانشان چه قشنگ آموزش میتن که هر کدامشان بیاین از وسایل شخصی خودشان استفاده کنن. گهگاه در خانواده ها اتفاق میفته سر دسترخوان ما از یک گلاس استفاده میکنیم، حتی از یک قاشق استفاده میکنیم، شاید هم در یک قاب نان بخوریم و دوستان میگن که خب این شاید از صمیمیت باشه، اما شما اگر بیاین از وسایل شخصی خودتان، آنچی که مربوط خودتان است، استفاده کنین، میتونه برایتان سودمند باشه. اگر فرد مصاب به بیماری باشه، پس شما میتونین که مصاب شوین به او بیماری و زمانی که با یک فرد در ارتباط باشین میتونه برای خودتان ناقل مرض باشه. اگر شما جدا توجه داشته باشین به بهداشت فردیتان، همیشه وقت در اجتماع، در جایی که شما کار میکنین، در خانه‌تان، در محل کارتان، از وسایل شخصی خودتان استفاده کنین، در نتیجه شما یک فرد صحتمند و سالم هستین. صحبت‌ها را همینجا دوستا ختم میکنیم، سراغ وقفه میریم. ما را فراموش نکنین، با مهمان اول برنامه ما خیلی زود برمیگردیم. بنده هم به سهم خودم سلام تقدیم میکنم. بیننده عزیز سلام، شبتان بخیر، در هر کجای که هستید جور و صحتمند باشید. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم با اتفاق همکاران بسیار خوب ما، به خصوص بانو هانیه دانیال و همچنان مهمانان معزز برنامه تا ساعت 10 که مطمئنن شما همراه ما خواهید بود. و همچنان تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه، انرژی خوشتم و با کیفیت آیس کینگ، حاوی تمام ویتامین های ضروری برای بدن. در هوای گرم یک جرعه آیس کینگ شما را به یکی از مشتری های دائمی این محصول ممتاز مبدل خواهد کرد. آیس کینگ،
پادشاه انرژی های سرد کننده و مهماندار هستیم. برادر عزیزم منیر احمد کریمی متخصص داخل عمومی، سلام، شبتان بخیر، خیلی زود خوش آمدین. کمره های ما در اختیار شما. سلام مقدمه. ممنونم جناب کاظمی صاحب، احترامات تقدیم شما و به بیننده های معظم تلویزیون طلوع خواستن برنامه امشب. سلامت باشید. خیر باشید. ما در رابطه با نظافت فردی صحبت میکنیم جناب کریمی. وقتی که بحث نظافت فردی مطرح میشه، یکی بحث نظافت فردی هست و یکی نظافت جمعی هست. چقدر یک فرد میتونه به عنوان کسی که در نظافت فردی خودش توجه داره باعث تشویق و ترغیب دیگران شوه به خاطر نظافت اجتماعی؟ دقیقاً، بسیار سوال خوب. کاظمی صاحب، من حیث مسلمان باید اشخاص که بسیار مواظب سلامتی و نظافت باشه و یک مؤمن خوب بوده میتونه. و در دین مقدس اسلام هم بسیار تاکید شده. النظافت من الایمان، نظافت نشانه ایمان، نشانه از ایمان است. و حبیب خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که هر کس نظافت داشت، چون نظافت جزء ایمان است و ایمان شخص به بهشت میبره. دیگه به مراتب و بارها در حدیث شریف برش اشاره و تاکید شده. دیگه از این خاطر میام سر اصل موضوع که نظافت چطور میتونه که ما را از دیگران جدا کنه و چطور میتونیم که با نظافت مراد کردن خود به دیگران کمک کنیم. نکته اولی است که معمولا کسی که نظیف بود، پاک بود، آراسته بود، طبعا که هر کس لاقل تعریف میکنه و در کنار ششتن با او یا سلام و همچو موضوعات اصلا در دلش هیچ کدام گپ نیست. یک موضوع که بله جناب کریمی عزیز، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم. هوا رفته رفته گرم میشه و در روزهای خیلی خیلی گرم ما قرار داریم. مطمئنن وقتی که افراد از یک مسیری رفت آمد میکنن، از خانه به محل کارشان یا از محل کار به طرف خانه، ممکن مسافت هایی را پیاده بگردن و باعث تعریق بدن شوند. و این تعریق بدن گاهی وقتا متاسفانه، خب ما میبینیم در کنار برخی از دوستا قرار میگیریم که بدنشون بسیار بوی زننده ای داره که انسان ها کوشش میکنه که از اینطور افراد فاصله بگیره. یا کسایی که حتی برس کردن دندان را در طول شبانه روز او چندین باری که تاکید شده و بار بار از طرف دکتر صایبا ما شنیدیم، متاسفانه رعایت نمیکنه. وقتی که هم کلام میشیم امرایشان، میبینیم که چقدر آزاردهنده است و صحبت های ما را قطع میکنیم. بیشتر از این زاویه میخواییم بپردازیم. طوری که پیشتر گفتیم، انسان نظیف طبعا که در دل هر کس جای میگیره و مراد کردن نظافت ای ربط مستقیم به خودم، به فامیلم و به جامعه داره. اگر من نظافت مراد کنم، احتمالا من یک ناقل سالم باشم، در بدنم یک مرض هست، یک ویروس هست، یک انتان هست، ولی چون شاید معافیت بدن ما بالاست، من مریض نیستم، ولی من یک ناقل سالم بوده میتونم. مثلا با چه مفهوم؟ ناقل سالم، مثلا من یک مرض دارم، یک مرض ساری هست، به هر حال امرای شما یا دوستا که صحبت میکنم باعث انتقال میشه و این ناقل سالم گفتم. من ناقل سالم هستم چون سالم هستم و شاید روزی که معافیت بدنم پایین شه، بالای من هم این مرض حملی خود داشته باشه، ولی درست. چون حال ناقل سالم مثل کرونا مثلا، ما بسیار مثال واضح داشتیم، بسیاری از مریضای ما کرونا بودن اما خودش جور بود، یک ناقل سالم بود. پس به این خاطر این موضوع رو به خاطر ازی تاکید میکنم که در نظافت آل یک چیز بسیار مهم دیگه هم اضافه هست که او ماسک است، پوشاندن دهن و بینی است. حتی وقتی که عدسه میزنیم، عدسه لاقل وقتی که عدسه میزنیم یک جای گوشه تر، اگر امکان از او هم نیست به این قسمت که ما باید عدسه بزنیم یا به یک جایی که ما بتانیم امی افرازات که از دهن و بینی ما خارج میشه، در یک ناحیه او را محاصره بسازیم و باعث انتشار نشه. جناب دکتر صاحب، اینا موارد احتیاطی برای ازی است که ما ناقل سالم و حتی ناقل مریض هم نباید باشیم. بله. خب اینا مواردی است که بار بار گفته شده. اما از نگاه فردی، خود یک فرد چهار روز پنج روز میگذره حمام نمیکنه، یک شاور نمیگیره، یک شامپویی که باید مصرف بکنه نمیکنه، یک برس دندانی که باید بزنه نمیزنه. وقتی که بوتشه از پایش میکشه، متاسفانه میبینیم که
تفرق خصوصا در مساجد وقتی که ما مراجعه میکنیم یا اماکن عمومی که بت‌ها کشیده میشن ما میبینیم که چقدر آزاردهنده است. پیام شما به عنوان یک دکتر به اینا چی است؟ اینا چه باید بکنن؟ ایشاور گرفتن خود درست است، شاید یک مقدار آب را مصرف بکنه، اما شخصیت ما را بر قرار خواهد داشت. دقیقاً این طور است که فکر کنم زیادتر وقت از باعث تنبلی کارا میشه. یک شخص که تنبل است حوصله زیر نداره، که شاید کل روز هم بیکار بوده باشه، اما حوصله زیر نداره که دستوری خود بشه یا پای خود بشه، یا هم لااقل اگر ما در روز همین دو سه بار که وضو میگیریم اینمی کار اگر شوه باعث ازی میشه که هم نظافت جدا مراعات شوه در پالوی ازو، همچون که پایی که شما برش اشاره کردین از او لاقل خودش و در جایی که میره دوستایش در امان باشه و اذیت نشن. دیگه نکات مهم نظافت از طرف WHO که تعریف شده و من که او را خواندم بعد سر وضو فکر کردم که تقریبا مشابه است. فکر میکنم که برای ما WHO میگه که وضو بگیرین، یعنی دو چی است که صورت باید شسته شوه، دستام و کراران با صابون شسته شوه، نظافت موی مد نظر گرفته شوه، از گوش، از چشم، از قسمت های بدن ما که قاط میشه، مثلا این قسمت آرنج است یا قسمت های زانوس، چون اینجا وقتی که قاط میشه خواستن در فصل های گرم که امیال قرار داره. بله دقیقا. اگر به یک چند لحظه دست ما قاط باشه میبینیم که عرق میکنن و این نظافتش باید مراعات شوه. مثلا ناخون سرش بسیار تاکید شده، وقتی که خود بودیم بر ما میگفتن که ناخونایتان نبانیم که دارا شو با زیر ازی شیطان خانه میکنه. بله. وقت بله. ما میگفتیم که حالا هدف در اینجا هست که وقتی که ما مصاب میشیم یا مریض میشیم از تمام فعالیت زندگی میبانیم، دیگه یک شخص پسیف میشیم غیر فعال، به این معناست که اشاره در اینجا بوده که نباید درست. یک شخص غیر فعال باشیم. دیگه این نکات بسیار مهم است که از خاطر نظافت باید جناب کریمی باشیم. عزیز، نظافت فردی چه تأثیری در روابط ما با اطرافیان و بر سلامت جسم و روان خود ما میتونه داشته باشه؟ اولا نظافت، همین خود موضوع نظافت یکی فردی است، انوایرمنتال یا محیطی است، و دیگه نظافت غذا است. در این سی چیز ما باید جداً متوجه باشیم و سرش باید فوکس شو و فکر شوده. نظافت فردی ما، یک نقطه که قبلا اشاره کردم، ما باعث نمیشیم که مرض به کس دیگه انتقال بدیم. خوبی دیگهش ای است که مردم به اصطلاح بسیار با دل باز امروی ما شش تن مجلس خواهد کردن. در ضمن از او همه چیز وقت ما میبینیم به شکل یک زنجیره است، ربط داره. از ما اگر ما یک شخص هستم که خود عدم رعایت نظافت به این معناست که ما باعث میشیم دیگران را اذیت کنیم و مرض برش انتقال کنیم، و اگر ما به کس مرض انتقال میکنم او بر کس دیگه او بر کس دیگه، تمام جامعه ما، یعنی یک نفر میتونه که ده نفر مصاب بسازه دقیقا. و او ده نفر صد نفر مصاب ساخته میتونه. و نداشتن نظافت فردی چه پیامدهایی را برای ما خواهد داشت؟ اولا که شاید وجدان خود ما راحت نباشه، چون میفهمیم میبینیم درک میکنیم که حالتم صحیح نیست. از همه چیز که خوبی است که ما خودم پیش نفس وجدان خود راحت باشم، بالاخره دیگه اگه پاره کنار گذاشته لااقل خودم راضی هستم. در ضمن از او بالای روابط ما بسیار زیاد تاثیر داره. یقینا. پس خودم راحت، روابطم بهتر، دیگه چی میخوایم؟ یقینا. خیلی سپاسگزار هستم جناب دکتر منیر احمد کریمی، متخصص داخلی عمومی. صحبت های ما در این بخش در همینجا به پایان میرسه، اما در بخش خودمانی همچنان با هم هم کلام خواهیم بخیر. پیام امشب آماده نشر است، با هم دیگه میبینیم و در ادامه لطفاً با بخش خودمانی هم ما را همراه باشید. آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکل وجود نداشته باشد یا کار سخت پیش نباشد. آرامش یعنی در میان صدا، مشکل و کار سخت دل آرامی وجود داشته باشد. خیلی خوش برگشتید، همچنان در خدمت شما هستیم و منیر احمد کریمی متخصص داخلی عمومی هم با ما همراه هستند. در یکی از برنامه های گذشته همراه آقای کریمی صحبت های خیلی خودمانی را داشتیم و که در کجا متولد شدن، چند ساله هستند و چه خواندن و چند فرزند دارن، ازدواج کردن یا نه. اما امروز میایم از یک زاویه دیگه همراهشون صحبت میکنیم. بیشتر در چه مواردی شکست را تجربه کردید؟ اولا نزد یک جوان و کسی که میخواد تلاش کنه یک چیز باید به نام شکست نباشه. احتمالا اگر ظاهرا فکر میکنیم شکست است، کلا درس است، کلا امو پله هایی است که میگذاریم و یک تهداب
قویتر و مستحکمتر خواهیم داشت. خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بعض مشکلات بوده، ولی تا حال تجربه شکست نداشتم. ها یک بار دوم نمره شده بودم که نمره شکست میدادم. او را دو وقت نظر و موسن سوالمون امو امو صنف چند بودی؟ صنف ده بودم بخیر. صنف ده و دوم نمره شده بودی و ای را به عنوان یک شکست میدادستی. و چه کردی؟ عکس العملتون در اون موقع چی بود؟ خوشبختانه کسی که اول نمره شد بسیار دوست صمیمی بود. جمیل جان از قندهار بود، نو آمده بود، مسلم ایمان بر ما بود دیگه. جمیل جان از قندهار؟ از قندهار. متاسفانه روابط ما طور بود که رفته رفته دیگه فرق نکردیم که ما اول باشم یا تو. هم این رقابت که بعض وقت رقابت چرا متاسفانه؟ متاسفانه به این خاطر کاش نمیامد از قندهار. یعنی شما نفر اول میشدید. بسیار خوب دیگه که آمد باز رفاقت شد، دوستی شد، دیگه باز تفکیک نشد که ما جمیل جان. جمیل جان هر کجای کسی خدا یار جانت. فعلا در امریکا است، خداوند خوش باشه. هر جای هستی انشالله که جور باشی. خوب شد که آمدی که نفر دوم ما شناختیم، مگر نه آل یک کتاز بود. خب عادتهای خوبی را که داری چی است؟ عادتهای خوب یکی خو نمیخوایم در زندگی که درو باشم، هر چیزی که هستم امو باشم. و عادتهای بدی که داری چی؟ و عادتهای بدی که دارم یکم تنبل هستم. چرا تنبل هستی؟ تنبلیم بیشتر از طرف صبح میباشه که از خواب بیدار میشم، سرم بسیار سخت تمام میشه، چون در جریان شب یا مطالعه میکنیم یا مصروف یک موضوع میباشیم. باز اینمیست که صبح که از خواب میخوایم بیدار شم تنبلیم میگیره. غیر از او باز خوب است. هنوز هم یادت داری؟ متاسفانه. بسیار خوب. چه رفتار شما را عصبانی میسازه؟ معمولا اگر کسی بخواهد که خود رند و چالاک بگویه یا فکر کنه و به نحوی بخواهی که سر ما یک چیز را تحمیل کنه، اینمی مرز جرمیتی یه هست. و شما چی میکنی؟ فقط بسیار عادی خونسرد، لبخند. اگر موقعی برابر شما برش میگم که بیادر ما از گپ خبر است. آخرین باری که اتفاق براتون افتاد کی بوده؟ متاسفانه تو بعض وقت زیاد که دوستای صمیمی باشن این کارا میشه دیگه. معمولا که دوستام در بعض وقت این مسائل پیش میاد و ولی گپ خوب ای است که در دل نمیگیریم هیچ وقت هرگز. مطمئنا همه انسان ها سرمایه گذاری های در بخش های مختلف میکنند. بزرگترین سرمایه گذاری که خودت کردی در کدام بخش و چی مورد بوده؟ دو مورد است. یکی که وقتی که موضوع درس تحصیل بوده با تمام حالاتش قبول کردیم و پیش رفتیم. اگر کامیابی بوده، اگر ناکامی بوده، اگر به حساب درک از موضوع بوده یا هر حالت که بوده استاد نشدیم. لااقل اگر روزانه یک سانتی هم بوده پیش رفتیم، متوقف نشدیم هرگز و انشالله که نمیشم. و امی یک موضوع چی هست که درست. فکر میکنم که یک سرمایه گذاری است که ما بالای خود میکنم شاید که درست باشه یا نباشه، ولی نتیجهش مثبت دیدیم. درست. اگر قرار باشه یک کتاب نوشته کنی نامش چی میمانی و عنوانش چه خواهد بود؟ سر کتاب خو فکر نکردیم، ولی سر از این فکر کردیم که یک شفاخانه یک وقت بسازم. خب چون و تداوی رایگان خواهی کرد؟ 100%. تا حال انجام شده؟ خدا شاهد است یک عادت دروغ ندارم. دو روز پیش با مدیریت شفاخانه گپ زدم در جایی که کار میکنم، کلینیک هم هست. گفتم ما میخوایم که هفته یک روز مریضا را رایگان ببینم. شما گفتم تقسیم اوقات و چیش جور کنیم. تعداد مریضایتان هم بیشتر هست. بیشتر می باشه ولی فرق نمی کنه. ولی فرق نمی کنه. خیلی سپاسگزار هستم. منی رحمت کریمی متخصص داخل عمومی از که دعوت ما رو پذیرفت. شما سلامت باشید. و همچنان شما بیننده عزیزم من خیلی سپاسگزار هستم. وقفه کوتاهی داریم و پس از وقفه بخش کمیت برنامه را هم بیننده باشید. فهمیدی دیگه اینطور قصا بود؟ نه چی نفهمیدم؟ خب گوش بگی میفهمیدی نه روز رفتیم خواب فهمیدی؟ استاد گفت که چیستا بعد از اینکه تشناب رفتی فهمیدی؟ بس حال چرا در کلمه تو میگی؟ حالا تو گوش بگی میفهمی فهمیدی؟ از تشناب که برامدی دوستای تا بشوی فهمیدی؟ یک بار بشوی فهمیدی؟ دو بار بشوی فهمیدی؟ سه بار بشوی فهمیدی؟ بس با خدا فهمیدم کلش فهمیدم. فهمیدی؟ آه کلش فهمیدم. دلم جمع باشه فهمیدی؟ 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 فهمیدم. آریو حالا چطوری؟ چی بویا؟ چی بویا؟
چیگه پس فقط که مردار فازلاب تیر شده باشه که تو بینه خدا با مردار فازلاب بازی که در تیر شده باشه راست مگه چیگه تیر شده که تو نششتی جانتا سیکو سیکو گرد زده اش پشوین مال کفتر وری از سر نیپاره نیسم تانگ است تانگ محفظتی تانگ دخیم دلم آباد کده و بچه چیگه زیت از گلو چیگه پس دیگه آلی بای بشم شما شما وری ما دیسکو نیستم کار روز خدا بشوی کیا سلا دارار روز اما هم برو خدا بشوی چیگه پس مصره پر نخ فامیدی آلا کسی که پاک بود کسی که منظم گشت بازو دیسکوست آه خود دیسکو گریدی خواهی چیگه نزندست نزندست ما خوبی چیز از نه چیز در راست مگه نظافت نداشت ایمانت بوره نیست فربان سرت شوام دارم نظافت هم دارم اگر وقت روی خدا میشوی داره روی خدا تمام میشوی دلم بد بد میشه او بچه دست که مردار هستی سه که دندانای شو بچه ما شما از این مرداری پیدا شده ایم ما شما پیدا نشد اینمی دمی خاک کلان شده دمی مرداری کلان شده پدر پدر کلان ما دمی مرداری کلان شده آه دیگه خوب بانه را یاد گرفتی که دمی خاک پیدا شده و اینمی تو خدا مردار کنه منه ایو از کند از نیکاو نبیریم از با ما میرست بند از دیگه سکو دندانو را زرد گشته او بچه سکو گه دندان خدا نمیشه در خارج مردم پیسه میدن ننه خدا تلایی میکنن از ما خدای تلایی آه تلایی نکو که ده قبول میتا تیار موتاد جور شدی موتاد از دست که نظافت هم مروت نمی کنی مردار هستی خدا هم دودن از موتاد کده خوب استم موتاد خدا سال یک دفعه خدا می شوی اما خوب استم در شش ماه بعد یک دفعه خدا می شوی خرخان سرسومی نمی که مردار هستی نظافت هم مروت نمی کنی ما از دوری از دور فامیل از دور از جامعه دور کلگی ازت مگریزن نه دوست نه اندیوال اینم تو تک تک مردار بگریزن نکنن اندیوالی ما کشن اندیوالی میکنم ما خوی نمی تو سر شهر هستم هر قدر از ما بگریزن بازم من از دیک شهر میشه نکه درو برو خمال مریض نکنم هر روز یک سوال تو مریض نمیشی؟ نه مریض مریض شم باین دوا موا میخورم خوب میشم نکو کش پشاید نانا پریدار رویش از سره فامیدی اگه پانا میفهمم چی گوشتی بخی فامیدی فامیدی بعضی سه قدر فامیدی گفتی بیا فامیدی یه چیزا نمیفهمم فامیدی بیا که بره دیوانه کد یک بویه نه دیوانه کد یک فامیدی تو برا برا این بخیر کیه قوصلا داره رو زندانه خدا بشوی که برو عبام کو کالار تبدیل کو این بدل کده بید استایل نو مودل نو کالا یکی ازار دگه اینی را بگن استعداد وابده از پاکی بابا گفت بزن از مکر دیگه پاک پیدا نمیشه تو بیا نه ایسا که یاد را زده ام چطور است تو خواهی بوی که چقا خوبت رسه نجوان دوستا برگشتیم ادامه برنامه از ابتدا تشکر میکنم از حامی مالی برنامه انرژی خوشتم و با کیفیت آیسکینگ حاوی تمام ویتامین هایی که برای بدن ضروری می باشد در هوای گرم یک جرعه آیسکینگ شما را به یکی از طرفداران دائمی این محصول ممتاز تبدیل می کند آیسکینگ پادشاه انرژی های سرد کننده حتما در این هوای گرم آیسکینگ نوش جان کنین و انرژی خیلی خوشمزه و خوشتم است و مهماندار هستیم دوستا نظافت فردی برای هر کدام ما باید در اولویت های زندگی ما باشه نه تنها در اولویت باید در قسمت رعایت کردنش خیلی کوشا باشیم خیلی توجه داشته باشیم بخصوص در زمانی که ما در اجتماع هستیم بین مردم هستیم در محیط دانشگاه مکتب یا در محیط کار هستیم مهمان عزیز با خود داریم زحل جان البته زحل جان روشنگر آگاه مسائل اسلامی و در کنارش محقق و مدرس علوم اسلامی یا موضوعات اسلامی خیلی خوش آمدین وقت بخیر سلامت باشین سلام عرض ادب دارم خدمت شما هانیه جان عزیز و همچنان همکارای پر انرژیتان و یک سلام خاص تقدیم میکنم خدمت همه بیننده هایتان که از پشت پرده تلویزیون طلوع ما را بیننده هستن و همچنان خیلی خوشحال هستم که در کنار شما تشکر زحل جان سلامت باشی من دوست دارم ابتدا خودت نظافت و نظافت فردی یک تعریف داشته باشی خب خیلی خوب است که قبل از اینکه وارد مبحث بهداشت فردی و نظافت فردی شویم یک تعریف کلی از او داشته باشیم تعریفی که برای بهداشت فردی شده این هست که گفته شده بهداشت فردی عبارت است از اون عادت‌ها و روتینی که هر شخصی در طول یک روز یا در طول 24 ساعت یا نه روزمره به خاطر بهداشت خودش یا به خاطر سالم بودن جسم و بدن خودش انجام میده بله هر کدام ما در مورد نظافت فردی چیستی و چراهایی را میدانیم اما خوبی است که ما رعایتش کنیم نظافت فردی چه موارد را در بر میگیره؟
خب اول باید بگیم که نظافت فردی از ابتدایی ترین اصولی هسته که باید هر شخصی از زمان کودکی تا زمانی که در این دنیا زنده هست باید رو انجام بده. بله. سن و سال مشخصی نداره. باید هر شخصی در هر سنی که هست او رو انجام بده. و همچنان این که نظافت فردی متاسفانه در جامعه ما یک چیز پیش پا افتاده و به نظر ساده میرسه، در حالی که اگر کسی نظافت فردی یا همو بهداشت فردی خود را رعایت بکنه تاثیر مستقیمی بالای سلامتیش داره، تاثیر مستقیمی بالای سلامت جسم و بدنش داره. خب این که نظافت فردیش چه چیزهایی را شامل میشه، مهمترینش اول یا بهترینش این هست که یک شخص در طول زندگی خود اولین چیزی که باید رعایت بکنه بهداشت پوست خودش هست، به خاطر از اینکه پوست یک لایه یا یک سپر امنیتی یا محافظتی در مقابل ورود میکروب ها در بدن ما هست، یعنی به عنوان یک لایه عمل میکنه و نمیگذاره میکروب ها وارد بدن ما شود. خب و همچنان پوست که هست باعث میشه که تعادل بدن ما رعایت شود یا اعتدال در دمای بدن ما به وجود بیاید. مثلا زمانی که بدن ما حس گرمی به دست میده در فصل تابستان یا وقتی که هوا گرم هست شروع میکنه به عرق کردن و همین بله، عرق کردن افرازات بدنی میداشته باشیم. بله بعد شب روز زیادم میبینیم، زیادم تجربهش میکنیم و همین باعث میشه که بدن ما احساس خنکی درش پیدا شوه و همچنان باعث میشه که سموم از بدن ما دفع شوه. خب وقتی که پوست ما این همه فایده ها داره، خب ما باید بهداشت پوست خود را رعایت بکنیم و توسط چه چیزهایی میتونیم پوست خود را بهداشت پوست خود را رعایت بکنیم؟ اولین کاری که میکنیم این هسته که زمانی که بدن شروع به عرق کردن میکنه یک بوی بدی را از خود ترشح میکنه و باعث میشه که یک بوی بد به وجود بیایه. بله. به خاطر از همین توسط حمام کردن ما میتونیم که این بوی بد را از خود دور بسازیم. راهکارهای خیلی ساده و پیش پا افتاده ای وجود داره که ما میتونیم در قسمت بهداشت فردی ما رعایت کنیم، مسئله که همه خدا را شکر میدادیم. اما خوب است در 24 ساعت از صبح که ما از خواب بیدار میشیم تا شب تمام این مسائل نکته به نکته مو به مو رعایتش کنیم. زحل جان، از اینکه خودت محقق و مدرس مسائل اسلامی هستی، من دوست دارم بیشتر وارد دیدگاه دین مقدس شیم و از بود دینی صحبت ها داشته باشیم. حالا دین مقدس اسلام برای یک فردی که ظاهر آراسته، ظاهر منظم داشته باشه چقدر تاکید کرده؟ چون نظافت جزء از ایمان است. بله، همون رقم که شما ذکر کردین پیامبر مکرم میفرمایند که نظافت جزء ایمان هست. بله. اگر کسی نظافت خود را رعایت نکنه، چه شخصی باشه چه حالا در اجتماع باشه، باعث میشه که ایمانش کامل نباشه. بله. و وقتی ایمان کامل نبود، خب زندگی ما هم مطمئنا به یک سری مشکلاتی دچار میشه. پس ما هم از نظر اگر از بعد معنویش نگاه بکنیم باید نظافت خود را رعایت بکنیم، چون این دستور و توصیه پیشوا و رهبر ما پیامبر مکرم اسلام هست. و همچنان که در دین اسلام هم تاکید خیلی زیادی بر این مسئله هست که باید وقتی یک شخص مسلمان در اجتماع میآید باید ظاهر آراسته داشته باشه، ظاهر مرتب داشته باشه. مثلا ما حدیث داریم که اگر کسی مثلا وارد اجتماع میشه، قبل از اینکه وارد اجتماع بشه باید مسواک بزنه یا برس دندان بکشه، به خاطر از اینکه باعث نشه بوی بد دهن این شخص باعث اذیت و آزار اطرافیانش و مسلمانان دیگر شوه. و این واقعا اگر مسلمانان دیگر از دست ما به اذیت باشن، خب ما گناه انجام دادیم. به خاطر از همین باید نظافت خود را رعایت بکنیم، نه هم در این مسئله و هم در مسئله های دیگه، مثلا در پوشش لباس خوب یا لباس تمیز یا شستن دست و صورت ما یا استحمام کردن، همه اینها در احادیث مکررن و چند بار آمده که باید یک مؤمن در عین حالی که مثلا از باطن هم پاک و معنوی هسته باید ظاهرش هم آراسته باشه، تا اینکه وقتی در یک جامعه یا در یک اجتماع حضور میافه همه بگن و بدانن که این شخص مسلمان هست. چه خوب و چه حالی، امیدوارستم این صحبت ها را هر کدام ما جامعه عمل همچنان بپوشانیم. در مورد رعایت بهداشت فردی در خانه هم میشه صحبت کنیم. بله. مسئله ای که البته در خانه های هر کدام ما وجود داره، شاید بعض از خانواده ها با مشکلات بسیار خورده ریزه هم روبرو باشن. بله، و امی بهداشت فردی از خانه شروع میشه که یک شخص باید اول در خانه بهداشت را رعایت بکنه. از مهمترین بهداشتی که باید در خانه رعایت شوه استفاده از وسایل شخصی است. مثلا یک شخصی که میخواد در خانه در اجتماع 9 نفری 10 نفری زندگی میکنه، که البته جامعه افغانستان هر خانیش کمترین تعدادشون 9 نفر 10 نفر هسته، حالا این شخصی که در این خانواده پرجمعیت زندگی میکنه، اولین چیزی که باید رعایت بکنه این هست که باید هر اعضای خانواده از یک وسایل
شخصی خودشان استفاده بکنن. هر کس وسیله شخصی خود داشته باشه، مثلا یک شخص میتونه برس دندان خود داشته باشه یا لیوان خود داشته باشه یا میتونه مو دستمال یا هر چیزی که مربوط به شخصی خودش میشه او را داشته باشه. بله. در لابد صحبت های زحل جان خودت یادآور شدی که ابتدای نظافت یا بهداشت فردی برمیگرده برای خانواده ما و ما هم میگیم که خانواده اولین مکتب برای هر کدام ما میباشه. آنچه که خانواده در آبان کودکی برای ما نشان میده در رفتار، در گویش، در صحبت های خودشان ما کم کم تمامش هم میآموزیم، چه بخوایم چه نخواهیم در ذهن ناخودآگاه ما حق میشه به صورت اون ورق سفیدی که ما بخوایم روش بنویسیم. حالا والدین چه مسئولیت دارند؟ پدر و مادر دقیقا چطور میتونن فرزندایشان کودکانشان تشویق کنند برای اینکه توجه داشته باشه برای ظاهرشان و اینکه یک ظاهر آراسته و منظم داشته باشند و در آینده فرد باشند که بر نظافت و بهداشت فردیشان اینو توجه میکنن و ارزش میدن؟ خب وقتی پدر و مادر میخواید که یک کار را به فرزندان خود آموزش بده، اول باید از خودشان شروع بکنن. اینکه خودشان بهداشت فردی خود را رعایت بکنه، همین که فرزندان به طرف پدر و مادر ببینن 100% شوق به انجام دادن بهداشت فردی خود شروع میکنن یا شوق پیدا میکنن. وقتی پدر و مادر اصلا نیاز به تذکر نمی داشته باشن، وقتی خودشان مثلا بهداشت فردی را رعایت میکنن، ظاهر آراسته می داشته باشن، مثلا سر موقع اون نکات بهداشتی را رعایت میکنن، وقتی فرزند نگاه میکنه فرزند خود به خود او را یاد میگیره و امور رقم هم او را انجام میده. مثل از اینکه ذهن کودک که از خیلی زود جذب میکنه همه مسائل را، مثلا بعضا دیدیم که وقتی پدر مادر یک کار را انجام میده فرزند هم سریع او را کپی میکنه و نمو عمل انجام میده. بله، تشکر خاص میکنیم از مهمان عزیز ما. در لابلای صحبت هایی یک قصه یادم آمد، البته یک لطیفه میشه برش بگویم که زوج بودن، جلوی آینه استاده بودن و خب هر صبح خانمش رد میشده و یک صحبت میداشته به همسایه مقابلش. بعدش یک روز گفته که خب چه خانم خوب شده، لباس ها را پاک شسته امروز. باز شوهرش برش گفته که نه، لباس ها را پاک نشسته، من همی صافی را گرفتم، آینه خودم را کم پاک کردم. امیدوار هستم همه توجه داشته باشیم در قسمت نظافت فردی ما و پیام امشب با هم میبینیم و برمیگردیم در بخش خودمانی با مهمان عزیز ما هستیم. خوب بودن زیاد سخت نیست، کافیست مهربانی کنی. زبانت که نش نداشته باشه و کسی را که نرنجاندی همین خودش خوبی است. وقتی برای همه خیر بخوایی همین خوبی است. وقتی محبتت بی منت باشه، وقتی عشق بورزی، وقتی زیبایی اشخاص ببینی، وقتی خوبی هایشان ببینی همین خودش خوبی است. مهم نیست که انسان ها چگونه هستند، مهم نیست جواب سلامت را میتن یا نه، تو سلام کن همین خودش خوبی است. مهم ایست که تو خوب باشی، اونا روز دلشان برای خوبیای مطمئن باش که تنگ میشه. مطمئن باش. بله، پیام امشب بود که با هم دیدیم با مهمان عزیز ما هستیم در بخش خودمانی. زحل جان عزیز با خود داریم چند سوال اماطور خطرناک دیگه آماده کردیم تا از مهمان ما بپرسیم. یک خوش آمدید ترتازه هم تقدیم زحل عزیز و آیسکینگ هم که داریم، میوه خوشکم است، راحت میتونی که خودت استفاده کنی. درست؟ ابتدا دوست دارم در مورد تحصیلاتت بگویی. خب بنده صنف 12 مکتب هستم، هنوز فارغ التحصیل نشدم. امسال اگر که ارتقا بدن ان شاء الله فارغ التحصیل میشم. خب و ای که در یک مدرسه دینی مشغول تحصیل در حوزه فقه و معارف اسلامی هستم و همچنان در یک مجتمع تعلیمی مصروف تدریس هستم. چه خوب. شغل رویایی برای خودت چی است؟ شغل رویایی که رویای کودکیم بود تبدیل به واقعیت شده و او معلمی بود، شغل رویای کودکیم. ولی شغلی که الان رویای من هست و سخت تلاش میکنم که بهش برسم مدیریت است و فرق هم نمیکنه مدیریت مکتب، مجتمع یا هر انجمن دیگه که باشه. در رأس باشی. بله، مدیریت خیلی دوست دارم. بله، و معلمی هم که شغل نیست، عشق است. بله، واقعا اگر ما به کار ما عشق داشته باشیم، نه تنها زمانی که ما آموزگار باشیم، هر شغلی که باشه، در هر بابی که ما کار کنیم، اگر عاشقانه کار کنیم مطمئنن که از کار کردن هم لذت میبریم. بیشتر به مادر جانت چهره میتی یا به پدر جانت؟ از نظر چهره نه به پدر نه به مادر. حتما به خاله و عمه و پاپا رفتی خودت. از خاله های. بله. 30 چیز مهم در زندگی خودت چیست؟
اولی تلاش و کوششی که در حد توانم باشه در هر زمینه‌ای که باشم، دومیش صداقت در زندگی هست و سومی این هست که در هر کاری که هستم باید موفقانه انجامش بدم. چه خوب. رخصتی ایده‌آل برای خودت چه رخصتی است یا چگونه رخصتی است؟ یکم توضیح بدین. مثلا اگر من قرار باشه یک رخصتی داشته باشم، رخصتی که شاید یک هفته‌ای باشه، دوست دارم برم بامیان، زیبایی‌های بامیان ببینم. خب بله، یکی از رخصتی‌هایی که من خیلی دوست دارم برم و ای که در زندگی من یک هفته یا دو هفته یا حداقل یک ماهی را اختصاص به او بتم، رفتن به وطنم است که اونجا هم غزنی باشه. وطن کجاست؟ غزنی. به خاطر از اینکه من در طول زندگی که داشتم کلا در کابل بودم و نرفتم ندیدم. خب من امیدوار هستم غزنی بری، از غزنی زیبا دیدن کنی. یک سلام تازه هم تقدیم عزیزانی که از ولایت زیبای غزنی در حال حاضر بیننده برنامه خودشان امشب هستند. در زندگی چه مورد یا چه چیز برای خودت استرس ایجاد میکنه؟ یکی از چیزهایی که بر من استرس ایجاد کرده و از این بعدم شاید ایجاد بکنه، امتحانهایی هست که روی زندگی من خیلی تاثیر داره. مثلا یک امتحان بزرگ برپا میشه که میدونم تاثیر مستقیم بالای زندگی من داره و این بر من خیلی استرس ایجاد میکنه، به خاطر از اینکه باید او را با موفقیت سپری بکنم، به خاطر از اینکه بتونم یک آینده روشن‌تری بر خودم بسازم. چقدر دوست داشتنی از زمانی که ما عزیزان ما را میبینیم که تلاش دارن، با عزم راسخشان تشنه آموختن هستن، میخواین بیشتر بیاموزن، بیشتر تحصیل کنند و تا شکست هایی که در زندگی برای ما ایجاد میشه میتونه برای ما سازنده باشه. بله. حتی امتحاناتی که زندگی از ما میگیره میتونه ما را پخته‌تر و با عزم راسختر بسازه. آخرین باری که گریه کردی؟ آخرین بارش شاید یک هفته قبل بوده. یک هفته قبل. اگر از من کسی بپرسه فکر میکنم همین هفته بود. از خودت یک ذره طولانی تر است. یک هفته قبل. دختر خانم ها خیلی عاطفی هستن. و با اندک صحبت گریهشان می آید. بله دقیقا. پای گریه می زنن. چرا گریه کردی؟ به خاطر حرف یکی از دوستایم. چون ناراحت شده بودی؟ از دوستایم خیلی توقع دارم و یکی از حرفای مثلا حرفشان رو بشنم که سر من مثلا خوشایند نباشه، باز در صورت. نتیجه چی شد؟ آشتی کردین یا نوزان؟ بله. قهرسته. نه دیگه، آمد آشتی کرد با من. پس گناه از خودش بوده. بله. بله. زمانی که ما تقصیر از خودمون هست، خوب است راحت بریم معذرت خواهی کنیم. اما من یک عادت بسیار خراب دارم. امروز کسی که باز گفتگویم شوه، ابتداشتی نمی‌کنم. اگه مقصرم باشم. خب سوال بعدی این که ظاهر خودت چگونه توصیف میکنی؟ ظاهر خودم را؟ بله. خب یکم سخت است به خاطر از اینکه نظر دادن راجع به خود آدم. خب من ظاهر خودم را یک ظاهر آراسته و یک شخص آرام، یک شخص با محبت و یک شخصی که فکر میکنم صداقت در اولویت های زندگیش است. بله. و این که صداقت که هست رکن و اساس زندگی مرد تشکیل میده. اگر ببینم یکی از دوستای می اطرافی که کسایی که دور و برم هسته دروغی به من میگه یا این که بفهمم کاری میکنه از من پنهانی، دیگه اون نفر از زندگیم حذفش میکنم. زحل تشکر میکنم از خودت. خوشحال شدم که امشب خودت در استدیوی زیبای امشب با خود داشتم. صحبت های شیرین را تقدیم دوستا کردیم و موفق باشید، راه زندگیت سبز و هموار همیشه باد. تشکر سلام. دوستا بریم یک وقفه بگیریم، وقفه اگر که بسیار کوتاه، زود برمیگردیم. با ما باشین تا رس ساعت 10. از ابتدا تا حال گفتیم در رابطه با نظافت فردی که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه ما و شما را در جامعه‌ای که زندگی میکنیم با عنوان یک فرد منضبط دارای شخصیت، اخلاق و منش‌هایی که مرتبط به شخصیت فردی ما میشه تبارز بده. گاهی وقتا ما فراموش میکنیم نکات بسیار ساده، بسیار کوچک با سادگی از کنارش میگذاریم. یک برس کردن دندان یا یک شاور گرفتن یا یک لباسی را که ما خریدیم، حتما ضرور نیست که ما لباسهای نو هر روزه بخریم و او را بپوشیم که آدم با شخصیتی دیده شویم. نه خیر، لباسهایی را که داریم درست بپوشیم، درست بشوریم و درست ازش استفاده بکنیم. اطور نشود که خدای نکرده اگر پر از خاک است، پر از چرک است، پر از روغن است، شما میبینین که یک جای عرق میکنین، گرمی هست و لکه های از عرق روی لباس های ما و شما میمانه، اینا نشان میده که ما و شما به نظافت فردی خود ما
احترام نکردیم و این بی احترامی در حقیقت به جامعه ماست، به اطرافیان ماست، به کسانی که با اونا ما سر کار داریم هست. اگر میخواییم که فرد مفیدی باشیم، فردی که دارای شاخصه های یک فرد منضبط و با نظافت هست باشیم، نکات ریز و کوچکی هست که اونها را نباید نادیده بگیریم. اگر نظافت فردی خود را در نظر نداشته باشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولیش، در نظر دیگران کم ارزش جلوه میکنیم. هر چقدر که نظافت ما کمتر باشه، رابطه های دوستانه ما کاهش خواهد یافت. خیلی از برادران حتی در کنار همدیگه، یا دو خواهر، یا دو خانم، یا دو مرد، وقتی که با همدیگه صحبت میکنن و هم کلام هستن و از فاصله خیلی نزدیک با همدیگه صحبت میکنن، اگر خدایی نکرده ما و شما رعایت بهداشت دهان و دندان خود را نکرده باشیم، اگر دندان خود را برس نکرده باشیم، اگر بیره های خود را پاک نکرده باشیم، خدایی نکرده باعث عظیم شه که طرف مقابل ما، خدایی نکرده، از بوی منزجر کننده دهان ما و شما آزار ببینه، فاصله های دوستی را زیاد بکنه و کم کم ما دوستان خود را از دست بدیم. اگر نظافت فردی نداشته باشیم، باعث عقب ماندن ما از اهدافمون میشه. شما یک هدف کوچک دارین یا یک هدف بزرگ، فرق نمیکنه. در هر موقف، در هر جای، در هر جایگاهی که ما و شما قرار داریم، باید نظافت شخصی خود را و فردی خود را در نظر داشته باشیم. شما میری در سر صنف، استاد شما بسیار منظم، بسیار پاک، رفتار بسیار عالی داره و نظافت شخصی و فردی خودش را رعایت کرده، شما لذت میبرین از درس دادنش و گوش فرا خواهید داد و یاد خواهید گرفت آن چیزی را که استاد بر شما منتقل میکنه. اما اگر استاد شما ظاهر ناآراسته و هم ریخته داشته باشه، یقینا تأثیر مثبتی را روی ما شما نخواهد گذاشت. اگر ما نظافت فردی را رعایت بکنیم، در نظر دیگران محبوب میشیم، محبوب القلوب میشیم، یعنی محبوب قلب ها میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که کوچکترین عناصری را که ما و شما در زندگی خود ما تجربه میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، با او سرکار داریم، وقتی که رعایتش کردیم به اهداف خیلی کلان خواهیم رسید. کوچکترین چیزها ما را ممکن است به اهداف بزرگ ما برسانه. در دین مقدس اسلام هم بار بار گفته شده و ما و شما در احادیث متعدد خواندیم که النظافتو من الایمان، یعنی نظافت جزئی از ایمان است. پس اگر میخواییم که ایمان ما همچنان حفظ شود و روابط فردی و اجتماعی خود را بتانیم همچنان حفظ بکنیم، نظافت فردی خود را حتما باید در نظر بگیریم. تا فردا و فردا شبها، از همین لحظه که با شما خداحافظی میکنم، اگر بقایی بود و اگر زندگی بود، اگر نفسی آمد و اگر بازدمی بازگشت، باز هم در مقابل شما با کمال احترام خواهیم ایستاد و به شما سلام خواهیم کرد. تا سلام دیگر، بدرود.